خب از این و تصاویر خب خیلی زیاده در روزهای گذشته سیمای آزادی پخش کرد، گوشه هایی از اون رو دیدیم. الان به من اطلاع میدن که تماسی داریم با آقای شهرام گلستانه از کانادا که الان تماسشون وصل هست و میتونیم صحبتاشون رو بشنویم. سلام میکنم به شما شهرام عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام میکنم خدمت شما، من هم بسیار خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم در این واقعا واقعی تاریخی و روز بسیار مسرت بخش. به هر حال بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم. راستش میخواستم زمانی که خواهر کبرا بودن از این زمان روی خط بودم که بتونم یه صحبتی هم با ایشون بکنم که متاسفانه قطع شدن، ولی به هر حال خدمت شما و خدمت خانم سهیلا قنبرنژاد سلام عرض میکنم و همینطور خدمت تمامی بینندگان سیمای آزادی. بفرمایید. خواهش میکنم، من راستش میخواستم اگر که اجازه بدیم بسیار کوتاه اول از همه واقعا تأسیس 53 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق رو به خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان و البته رهبری مقاومت خواهر مریم و برادر مسعود و همه شورای رهبری و همه مجاهدین در هر کجای دنیا که هستن و حتی فراتر از اون به خلق قهرمان ایران، به همون خلقی که این سازمان رو در دل خودش پرورنده به اینجا رسونده و اکنون در آستانه پیروزی های بزرگ دیگری قرار داده و فی‌الواقع یک گنجینه بی‌نظیر و بی‌بدیل تاریخی برای مردم قهرمان ایرانه. واقعا تبریک بگم، جایی تبریک بسیار زیاده، زبان قاصره، واقعا خیلی جاها کم میارم از حتی برای تبریک گفتن کم میارم، در حال از این بابت معذرت خواهی میکنم. اما یک صحبت بسیار بسیار کوتاه داشتم. معمولا در ماهای ارتباط مستقیم به بحثای خاص سیاسی سوال و جوابایی که هموطنان دارن خود ما ها داریم از مسئولیت سازمان منجر میشه، ولی من گفتم این برنامه خاص رو اتفاقا یک سوال و جواب مشخص بکنیم. در واقع سوالی بود که در سال 1344 محمد حنیف نژاد و یارانش از خودشون کردن که چه باید کرد و به این نتیجه رسیدن که باید سازمانی بر ایدئولوژی انقلابی برای رهایی مردم ایران و از پس در واقع شکست های گذشته تاریخ تأسیس کنند و درنگ نکردن و از همه چیز خود برای برپایی چنین سازمانی که در اون زمان با جایی که من بعدم خوندم حتی اسم و آرم و در واقع شکلی نداشت، اما به این ضرورت پی بردن و این سازمان پر افتخار تأسیس کردن. ادامه همین چه باید کرد بود که برادر بعد از پیروزی انقلاب در انجویه بالاخره در قبال این حیولای ارتجاعی چه باید کرد و مطرح کرد و اونجا این که جا به جا مجاهدین از احمد رضایی تا عباس عمانی تا تک شهدای قهرمان که واقعا خیلی خروشانشون قطعا بساط این رژیم رو در هم خواهد پیچید و نمیشه الان از همه اسم برد، در جا به جا به این ضرورت های تاریخی پاسخ دادن. در واقع وجود و حضور سازمان مجاهدین خلق ایران یک پاسخ تاریخی به نیاز و ضرورت تاریخی جامعه ایران برای رهایی، برای آزادی، برای برابری که متولد میشه در رئیس جمهور و وزیر این مقاومت خانم مریم رجبی واقعا با برنامه بی نظیر دهاتی. ولی مجاهدین فقط اعلام برنامه نیستن، با خون و پوست و ناخون و با تمام وجودشون برای این کار مایه گذاری کردن، از حملاتی که در اشرف و لیبرتی متحمل شدن تا اعتصاب غذاهای که در پی اون در واقع پاسخ به اون ضرورت بود و انجام دادن، و اکنون در این مرحله هستیم که انشالله با کانونهای شورشی هرچه زودتر بتونیم نوید پیروزی مردم ایران رو به جهان و به خود مردم ایران بدیم و حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت رو در ایران جشن بگیریم. در صورت ببخشید که من شاید زیاد صحبت کردم، شاید غیر متعارف،
و شاید جمعی فلسفی صحبت کردن به همون طوری که گفتن واقعا زبان قاصر از حتی تبدیل گفتن به چنین افتخاراتی که صد هزاران جان دل برای اون رفته ولی هیچ چیز به خبر نرفته، تک به تک زنده شده و هر روز همون دوست خواهر میکوبرا هم گفت با دروازه با نشاط و طراوت بیشتری به حضور خودش ادامه میده. بله درود بر شما. منم سلام میکنم و درود بر شما بر برادرمون. این رو هم باید گفت شما از همون اشرف نشان هستین که راستش موقعی که داشتین صحبت میکردین فعالیت های شما رو من به یاد میارم در همه اکسیون ها و تظاهرات ها، ولی به طور خاص صحنه های اعتصاب قضای شما رو خیلی در ذهنم مونده و فکر میکنم شما تا اونجا که یادم میاد در دو تا از اعتصاب قضای طولانی شرکت داشتین که با همون چهره تکیدتون ولی پر از عشق و آرمان با سایر دوستانی که در اعتصاب قضا بودید دنیا رو تکون دادین، یعنی نشون دادین که با گذشت و فدا ما میتونیم همه توطئه ها و زد و بندها رو در دنیای تعادل قوا تغییر بدیم. درود بر شما. ممنونم شهرام عزیز، آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم برای شما در تلاش های خستگی ناپذیرتون. قربان شما. خواهش میکنم. مجدداً تبریک میگم به همینطور به سیمای آزادی به خاطر برنامه‌هاش برای شناسوندن همین سازمان و مقاومت به نسل جوان ایران. موفق باشید. درود بر شما. خدا نگهدار. خب من قبل از اینکه سوال بعدی رو خدمت شما مطرح بکنم، تعدادی پیام‌های هموطنان از داخل میهن برامون فرستادن به همین مناسبت برای این برنامه ارتباط مستقیم، با هم دیگه یکی از اونها رو بشنویم. پیام فرهاد از تهران، بعد من خدمت شما سوال دیگه رو مطرح می‌کنم. با سلام و درود، این جانب فرهاد هستم از تهران. اگر بارقه امیدی در دل مردم ما سوسو می‌زند، فقط به دلیل وجود سازمان مجاهدین است، چون رژیم دشمن خودش را به صد زبان معرفی کرده و به همه چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور ایران با عیان‌ترین شکل ممکن دشمن اصلیش را مجاهدین معرفی کرده. بنابراین باید سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین را تبریک گفته و به همه بزرگان و تمام رزمندگان آزادی تبریک گفت و من به شخص دست تک تک همه مبارزان راه آزادی که 50 سال است مبارزه می کنند تا از راه دور می بوسم. بله، پیام کوتاهی بود از هموطنمون از تهران فرهاد. و چقدر قشنگ گفتن برادرمون فرهاد که سازمان مجاهدین مرکز و بارقه امید برای همه مردم ایران هست. نه خب برگردیم به صحبتایی که شما داشتین خواهر سهیلا. در صحبتاتون همچنان که در سوال قبلی هم گفتم خیلی بر واژه قیمت دادن و پرداخت بها تاکید میکنید. میخوام بپرسم آیا میتونید تأثیر این پرداخت بها و این پرداخت قیمت رو در کارکردهای مختلف سازمان مجاهدین از جمله چه در زمینه سیاسی یا حتی در موضوعات استراتژیکی توضیح بدید؟ بله حتما. اگه شما به مسیری که مجاهدین از روز اول بنیانگذاری سازمان طی کردن نگاه کنین، اون چی رو که درخشان می‌بینید همین مسیر فدا و فداکاری مجاهدینه. در واقع مجاهدین فقط یک حق برای خودشون قائلن و اونم حق فدا کردنه. همونطور که خواهر مریم گفتن، به میزانی که قیمت و بها بپردازیم میتونیم تغییر هم بدیم. به همین دلیله که مجاهدین هیچ وقت و هیچ وقت مغلوب شرایط نشدن، هرگز و هرگز تسلیم تعادل قوا نشدن و نمیشن. مثلا شما بخوام مثال بزنم، مثل روز 30 خرداد سال 60 یا فروغ جاویدان یا قتل عام 30,000 زندانی سیاسی سال 67 یا توطئه های رژیم بر سر وارد کردن اسم مجاهدین در لیستای تروریستی آمریکا و اروپا یا پایداری پرشکوه 14 ساله با اثر گذراندن بمباران های مهیب قرارگاه ارتش آزادی بخش که فیلم هاش رو هم همه دیدن یا کودتای ننگین 17 جوان، تا همین روزها هم هست که
ما شاهد توطئه‌های تروریستی رژیم در آلبانی، در اروپا، آمریکا علیه مجاهدین هستیم. براتون یه مثال بزنم. ارزش فدا و قیمت دادن رو ما میتونیم در استراتژی سازمان و در کانون‌های شورشیش ببینیم که در شرایطی که به دلیل شدت سرکوب و خفقان امکان تظاهرات میلیونی مثل قیام ضد سلطنتی نیست، با کانون‌های شورشی اعتراض و قیام استمرار داره و گسترش پیدا می‌کنه تا جایی که رژیم رو داره به بن‌بست می‌کشونه. جا داره که منم در همین جا به کانون‌های شورشی درود بفرستم که آتش این قیام رو همواره شعله‌ور و شعله‌ورتر نگه داشتن. راستش من خودم از دیدن تصویر اونها در بزرگداشت 53 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین در سیمای آزادی خیلی غرق غرور و شعف و افتخار شدم. حالا اگه بخوام از تأثیرات ارزش فدا در مناسبات مجاهدین براتون بگم، اولین چیزی که هر فرد و هر مجاهد باید انتخاب بکنه زندگی جمعیه. یعنی این تعداد مجاهد که هر کدوم از جامعه طبقاتی با فرهنگ‌های مختلف و متفاوت و عادات مختلف و فرهنگ خانواده‌های مختلف میان و میخوان با هم یک هدف رو پیش ببرن، معلومه که از همون روز اول ابتدا باید فدا و گذشت رو انتخاب کنن، یعنی منافع جمع رو به منافع خودشون ترجیح بدن. خب مشخصه برای رسیدن به یه هدف بالاتر که همون آزادی و عدالت برای مردمه دارن این کار رو میکنن و به همین طب باید از خیلی از علایق خودشون مثل درس، ادامه تحصیل، خانواده، فرزند و خیلی از علاقه دیگه بگذرن. البته که این گذشت برای یک عشق بالاتره. در مرحله بعد هر مجاهدی در همین مناسبات هم باید اولویتش رو به بیرون خودش بده، یعنی دقیقاً باید خلاف تمایلات خودش رفتار کنه، از کارهایی که برای مبارزه و آزادی مردم ایران لازمه باید بچینه، نه از تمایل و کار خودش. انتخاب اینم این از خودگذشتگیام در هر لحظه دیگه تبدیل به یک منش و رفتار شده که میشه همون آرمان مجاهدین. باید بگم مشخصه که غلبه بر هرچه عنصر فردیت یا هر نوع استثماری، عنصر استثماری در مجاهدین کار ساده و یک شبه نبوده و نیست، چون بالاخره تغییر یک دیدگاهه که در مناسبات تشکیلاتی خودشو نشون میده و اینم حاصل نبرد مستمر با فردیت و گذشتن از خوده. نگاه کنی که چطور برخلاف رژیم و فرهنگ زنستیز آخوندا، مسئولین مجاهدین زنان هستند که در شورای مرکزی بالغ و متجلی شده. خب این محصول همین پروسه است. البته ما مجاهدین معتقدیم برای اینکه مسیر انقلاب و آزادی مردم ایرانمون مثل سایر انقلاب‌ها که متأسفانه به انحراف کشیده شدن به انحراف کشیده نشه، لازمش اینه که مناسباتمون روزمره عاری از هر نوع عنصر استثماری باشه تا بتونیم آزادی رو برای خلقمون تضمین کنیم به امید اون روز. بله خیلی متشکرم و چه چشم‌انداز پرشور و پرشکوهی واقعا شما ترسیم کردید. تماسی داریم از سوئد، بشنویم صحبت‌های خواهرمون فائقه رو. سلام بر شما، خواهش من بفرمایید. با سلام خدمت شما و خواهر سهیلای عزیز، قبل از هر چیز اجازه بدین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو تبریک بگم و مفتخرم که 32 ساله که به عنوان هوادار سازمان در سوئد بر علیه رژیم ضد بشری آخوندی فعالیت میکنم. ما هواداران مقاومت در انجمنهای گوناگون فعالیت داریم و هر کدام از این انجمنها کانونهای شورشی در خارج از کشور هستند که صدای قیام و مبارزه مردم ایران رو گسترش میدن. اگه اجازه بدید، شما یه فیلمی رو در اول برنامه پخش کردید که تاریخچه کامل سازمان بود، ولی منم میخوام به دو تا سرفصل اگه اجازه بدید اشاره کنم که برای خود من خیلی چشم گیره. یه و اون اینه که سازمان در این 53 سال از فراز و نشیبای زیادی عبور کرده، به خصوص در این 40 سال با این رژیم
آخوندی صفاک، ولی از هم نگسسته، پاشیده نشده. چرا؟ به نظر من نقش رهبری و تشکیلات یک دست اون هستش که رمز اونه، به خصوص نقش هدایت کننده آقای مسعود رجوی و شناخت درست از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ایران و جهان. واقعا انگار که ایشون 10 سال آینده رو امروز میبینن و تصمیمایی که میگیرن انقدر به جا و آینده نگر هست که سازمان رو جوری هدایت میکنن که به یک پیروزی همیشه ختم میشه. یه نمونه اون تشکیل ارتش آزادی بخش بود که جام زهر صلح رو به گلوی خمینی ریخت و مردم ایران رو از جنگ ضد میهنی خانمانسوز نجات داد و امروز هم در کانونای شورشی روح جنگ آزادی بخش رو ما میبینیم. دیگری حذف جنسیت‌گرایی بود که بزرگترین قدم در نفی بهره‌کشی انسان‌ها که با انقلاب ایدئولوژیک ممکن شد و واقعا کاری بود بزرگ و شجاعانه در اون زمان و واقعا کشف بزرگی بود برای ایستادن در مقابل اسلام ارتجایی آخوندها که نیمی از جمعیت مردم ایران که زنان باشن رو نفی می‌کنه و مجاهدین با اسلام دموکراتیک آنتیتز اسلام ارتجایی ولایت فقیه هستند و شورای رهبری مجاهدین گواه اونه و تشکیلات منسجم اون گارانتی پیروزیه به نظر من. البته که برای گذشتن از تمام این موانع در طی این سالها مجاهدین با فدای حداکثر بهای خیلی سنگینی رو پرداختن و درخت مقاومت رو با خون خودشون آبیاری کردن و امروز جوشش اون خونها رو ما در خیابونای ایران در قیام مردم میبینیم. اگه اجازه بدید یه موضوع دیگر رم بگم و از خدمتتون مرخص بشم. دیروز زمانی که ما برای مراسم سالگرد تأسیس سازمان آماده میشدیم، خبر اعدام 3 جوان، 3 زندانی سیاسی از خطه کردستان رو شنیدیم. میخواستم از طرف خودم و هواداران در شهر یوتبوری به خانواده های اونان و مردم ایران و رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم رجوی تسلیت بگم و به رژیم جنایتکار آخوندها بگم هر چقدر که میخواید بگیرید، بزنید، شکنجه و اعدام کنید، نمیتونید صدای حق طلبانه مردم ایران رو خاموش کنید، نمیتونید ما را از مبارزه باز بدارید و یا ناامید کنید. تا شما جانیان رو از ایران بیرون نکنید، از مقاومت و مبارزه دست نمیکشید. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. بله، درود بر شما. درود بر خواهرمون فائقه. خیلی قشنگ ربط انجمنها و کانونهای شورشی و خلاصه دمیدن این روح جنگ ارتش آزادی بخش رو در کانونهای شورشی گفتید و همچنین میخواستم در تبا اعدام جنایتکاران رژیم بگین که گفتین من بگم که من هم اعدام جنایتکاران مبارز کرد رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی رو به مردم مبارز کردستان و بستگان اونها تسلیت میگم. خب خیلی روشنه که رژیم در تنگنای سرنگونی دیگه و به همین دلیل اعدام‌های جنایتکارا داره ادامه میده و دست میزنه به این اعدام‌ها تا بتونه با ایجاد رعب و وحشت مانع از ادامه قیام‌ها بشه. ولی علارغم این که شنیدن این خبر خیلی دردناکه، به خصوص که فعالیت‌های بین‌المللی زیادی هم برای توقف اون صورت گرفته بود، ولی پایداری این شهیدان با اعتصاب غذای خشکشون و حتی با دهان دوخته بعد از سالها اسارت به همه انگیزش و توانی که مطمئنم بیشتر بر سر رژیم خراب میشه و نمیتونه مانع سرنگونی بشه. بله، متشکرم از خواهرمون فائقه از تماسشون و صحبتایی که کردن. همچنان که در مقدمه و در شروع برنامه گفتم